64 ساله که هر صبح به قصد تعلیم و آموزش شاگرداش راهی مدرسه میشه. گچ و تخته و کلاس و درس داستان همیشگی زندگی استاد حسین وحیدیه. بهانه خوبی بود بریم سر یکی از کلاس‌های درسش رو برامون از سال‌ها بودن در کنار دانش آموزا و مدرسه بگیم. اینکه چی شد معلم شد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. من سال 1323 16 مهر وارد خدمت آموزش پرورش شدم. ابتدا فکر نمی‌کردم معلم ادامه بدم. اما در همین اوایل روزی که سر کلاس می‌رفتم، روز اول علاقه خاصی نسبت به کلاس دانش آموز درس پیدا کردم، ادامه دادم. خودم ابتدا فکر نمی‌کردم این چه عشقی، این چه علاقه که من نسبت به درس دارم و بچه‌ها دارم. شاید بچه‌ها می‌گفتن و تشویق یک عده‌ای و فداکاری خودم و علاقه که به کارم داشتم جلو رفتم آمدم. در سالهای تدریس هم دیکته میگفت هم انشا، تاریخ درس میداد و جغرافی، اما ریاضی براش حکایت دیگه ای بود. ریاضی؟ ریاضت یا باقی رزوانه؟ من ریاضی رو از ریاضت نمیدونم، ریاضی رو از رزوان میدونم. بهشته، گله، چون هر گوشش برای من رو هم گله. وقتی کسی که ریاضی رو ابتدا نگاه میکنه معمای مشکلی حل میشه، چقدر شاد میشه. نمره بعدم شما دادین؟ نمره بعد مثلا نمره نمیدم، بچه‌ها نمره میگیرن. خودش میگن که نمره بد میگیرن، بعد دوستم ندارم نمره بد بگیرن. و خوشبختانه بچه‌ها من انقدر واقعا خوبن، علاقمندن به درسم و به کارم. این نمره بد خیلی کمه که اونو ازم بگیرن. استاد از دانش آموزای این زمونه هم برامون گفت. خیلی تفاوت دارن. آمادگی ذهنیشون، هوششون خیلی. شیطنتشون بیشتر شده. آرامش ندارم مثل قدیم، اما استعدادشون خیلی عالیه. تا اون وقت که خدا بهم قدرت بده آرزو دارم تا زمانی که زنده هستم از کلاس دور نباشم، از بچه‌ام دور نباشم، اون قدرت داشته باشم. از خدا این درخواست دارم. آرزوتون چیه؟ آرزوم این است که دانش آموز دارم همیشه موفق باشم و اجتماع موفق باشه، اجتماعی باسوادی داشته باشم. صحبت از شغل و تفاوت‌ها و آرزوها و احساسش صحبت لحظه لحظه ی عمر معلمیش بود. از تجربه کاریش که راضی به نظر می‌رسید. به امید اینکه ما هم روزگار رو طوری سپری کنیم که فقط رضایتمندی‌هاش تو قاب خاطرمون حک بشه.